کشوری یک همزیستی مسالمت با یکایک که همسایگان خودش است در سیاست های ترامپ اورشلیم به رسمیت شناخته شد، بلندی های گولان به رسمیت شناخته شد، جودا و سامریا به رسمیت شناخته شد. هر آنجایی که شما بیایید و بیل و کلنگ بزنید از نظر باستان شناسی به اون نتیجه میرسید که 3000 سال پیش 1000 سال حاکمیت اسرائیل بر این سرزمین بوده که 2000 سال ما از خانه و کاشانه خودمون و سرزمین پدری خودمون رانده شدیم و همان بود که برگشتیم و تونستیم با روی کارآمد جنبش سیونیستی که یعنی بازگشت به میهن پدری خودمون بود سرزمین خودمون رو بیایم آباد بکنیم. اورشلیم در نه در قرآن آمده، اورشلیم نه در یعنی نام بیت المقدس در که در قرآن آمده در همون بیت المقدس معبد سلیمانی است، ولی اورشلیم یک بار نیز در قرآن نیامده. با آنچه که حاج ملان حسینی سعی بر این داشت که نزاع اعراب و اسرائیل رو تبدیل به اسلامیزه بکنه، ما باید تمایز داشته باشیم، تمایز داشتیم مثلا از نقطه نظر که دین مبین اسلام اکثریت آنان صلح‌جو هستن، اکثریت آنان میخوان در همزیستی مسالمت زندگی کنن، همینطور که پیمان ابراهیم اومد خودش رو ثابت کرد و اینی که بله بحرین، دبی، ابوظبی و از طرف اماراتی های خلیج پارس در کنار مراکش، سودان، اردن و مصر خواهان همزیستی مسالمت با اسرائیل هستند و موجودیت اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی به رسمیت شناختن. بله آنانی که به رسمیت نمیشناسن مسئله خودشونه که میخوان سر جنگ آتش افروزی با اسرائیل داشتن. می جمله در از جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، پاسداران و سپاه. از این رو در این جنگ هایی که ما اسرائیل با دیگران داریم